من همزمان که دارم یه کار هنری انجام میدم، گفتم این افکار خودم رو به تصویر بکشم. پس اگه هر از گاهی به تصویر و دل دوربین نگاه نمی کنم، فقط به خاطر که دارم این کارای مکرومه رو انجام میدم. امروز داشتم به یه سری چیزا فکر میکردم. چطوری ذهنم رو مثبت میکنن در حقیقت؟ گفتم روشش رو به شما هم بگم. به طور کلی آدم های دور و اطراف من رو به آدم خنده رو، شاد، پر انرژی و مثبت واقعا میبینن. گرچه یه وقتایی هم پیش میاد که یه لحظات طوفانی هست، عصبانیت هایی هست، خشونت هایی هست. خشونت که نه به عنوان خشونت، واقعا من خشنی واقعا نیستم، ولی منکر این نمیشم که گاهی وقتا عصبانی میشم. خیلی وقتا میگم خدای وجود نداره، این چه زندگیه، یا مثلا مخصی که مثلا درد هست، مریضی هست، ناعدالتی بیش از حد تو این دنیا هست. و مثلا ناعدالتی که خودش یه مبحث خیلی بزرگه، حالا چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی و های دیگه. خیلی وقتا شاکیه میشم تو این قضیه که اگه خود وجود داره چرا چشاشو بسته، چرا هیچ کاری نمیکنه. ببین این خب قاطی میکنم یه وقتی و اصلا میگم آقا اصلا وجود نداره، خیاله و دقیقا راحت که آقا وجود نداره. بهتر از که بگم وجود داره کاری نمیکنه، دقیقا یه بلند میشم یه کاری میکنم اصلا. اما موضوعی که یه وقتی ذهنمو به خودش واقعا مشغول میکنه اینه که باش اصلا حق با من، اصلا خدا وجود نداره، ادیانم کشک. خب از این بیشتر که کشک دیگه، همش کشک فلان باشه. من به خودم میگم خب صدای پرنده رو دارم میشنوم، هر کدومشون تو هر سایمی ساعت 2 صبح یه گروه میان میخونن، یه شب تا صبح میدار بمونی گروه های دیگه ای میاد. مثلا 2 تا 3 یه گروه میاد آواز میخونه، 3 تا 4 یه گروه دیگه واقعا میاد آواز میخونه. واقعا اینجوریه، اون چهچهی که واقعا میزنن، یه گلوی خوشگل، پرنده هم. مثلا بگیم آدم ها بد، مثلا بگیم آقا آدم بد، مثلا ولشون کن. پس این همه خوشگل از کجا میاد؟ بالاخره یکی اینا رو به وجود آورده، یکی اینها رو به وجود آورده. خب اون یکیه که خب من نیستم، پس اون یکیه کیه؟ اینجاست به خودم میگم اوکی، یه یکی هست که اون من نیستم، ولی یکی هست که داره یه کارایی میکنه و یه منبع خیلی عظیمه. یکی هست توی یه سری جاهای خیلی 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 سخت فرشته نگهبانا رو گذاشته برای من دستامو بگیره، جاهایی که اصلا لحظات ترسناک زندگی منه، جاهایی که خودم میگم من که راجب اون یکی هیچی نمیدونم، چون نمیدونم یه وقتایی خب به اون منبع آگاه واقعا چون وصل نیستم. این عصبانیت هم خب مزید بر علت میشه یه وقتایی، این درد و رنج ها که یه چیزای نامربوطی بگم که وجود نداره. شاید اگه مثلا اطلاعات بیشتری راجبش داشتم یا میدونستم چطوری هست، خب شاید داستان فرق میکرد. وقتی ما یه آیتم مثل دستت میگیری، لمسش میکنی، میبینیش، یه حس دیگه است. گاهی وقتا اون حس شهودی آدمی وقتی درست کار نمیکنه. اما کسی که بهش فکر میکنم و میخوام بگم، به خودم میگم خب حداقل من چطوری میتونم
حال خودم رو بهتر کنم. تغییراتی که تو خودم اتفاق افتاد رو میخوام بگم. از آدمی که شب و نصف شب خواب میپرید چون فعل گذشته است دیگه اتفاق نمیفته، یا حداقل الان اتفاق نیفتاده، و مثلا به استرس بیش از حد، هیجانات زیاد، این احساساتی که مثل موج داره وی بالا پایی میکنم میکردم، الان نزدیک که یک ماه و خورده ای هست حداقلش که علاوه بر این که خوابم خیلی بهتر شده، کیفیت خوابم و قرص خواب اصلا که نمیخوردم که بگم با قرص خواب یا با دارو یا با چه میدونم با روانشناسی و تراپی و اینا هیچ کار نکردم که هزینه در برداشته باشه، برمیگرده به جنبه اقتصادی وجود کاراکترم. اما یک کاری کردم که تغییرات آورده توی زندگی، اونم اینه کاری که خالق میکنه خلق چیزیه. منم این روزها دائم در حال خلق چیزی هستم، واقعا در حال خلق کردن هستم. حالا این خلق کردن زنجیره محبته، زنجیره تشکره، قدردانی بابت چیزهایی که دارمه. این با حرف جمله قبلی فرق میکرد. و اینکه برگشتم به درون خودم، به تنهایی درون خودم، خلوت کردن با خودم، بغل کردن کوچولوی 5 ساله تو دلم و اینکه بهش میگم خیلی دوست دارم و کارهای دستی، مرتب کردن وسایلم که وقتی میگم مرتب کردن یعنی مرتب نبودن و این نشونه اون ذهن مشغول آشفته من بود و این داستان اتفاقی که نمیتونه بیافته چون من ذهن آرومم و از ذهن مشغولم بیشتر دوست دارم. و اینکه الان مثلا خب چند روزه من از بیمارستان اومدم و چه بخوام چه نخوام با این پا، با این جراحی که روپای محترم بوده نمیتونم راه برم و تو این جا نشستم. خب پس من یه کاری انجام بدم که ذهنم که دوست داره فقط تو خط منفی بره الان بره تو خط مثبت. و قشنگترین کاری که میتونم باهاش بکنم اینه که باهاش یه کار دستی انجام بدم، چون ذهن من شروع میکنه تصویر درست کردن اون کار و در نهایت متمرکز میشه به یک روجا، به یک جهت. چون ذهن انسان دوست داره همه کار بکنه، 100 تا افکار تولید بکنه، چون خوبک به همه چی بده، آتیش بسوزونه. ای خدا، یعنی من آن که دارم مثلا حتی با این ویدیو دارم صحبت میکنم که با خود خودمه، 4 تا آیتم جلو چشم ببینم به این فکر میکنم، به این فکر میکنم، این ذهن دیوانه از همه کار میکنه جز این که فکر کنه درست. یعنی ما همش فکر میکنم که ما باید به این ذهنمون یک جهت بدیم، این جان مادرت بشین توی این راسته برو جلو.
عین اون خط اتوبان میمونه. کجروش نکنی ها، تو وسط جاده نره، تو وسط نمیدونم ورود ممنوع، چون همه جا میره، همه جا میره. یه چهار تا فوشم بهش بدم من بازم میره. اما وقتی که دارم یه کار دستی انجام میدم، این مجموعه کاری که انجام میدم خیلی خیلی به من کمک کرده که همین الان فقط به این فکر کنم و اون کارهای دستی رو برای امرار معاش انجام نمیدم. این خیلی مهمه، اون کارها رو برای امرار معاش انجام نمیدم. چون وقتی شما برای امرار معاش انجام میدی، کارا باید بی نقص باشه، بی عیب باشه، که مشتری پسند باشه. حالا اگه واسه کارت جزء از طریق هنر داری پول در میاری و از طریق سفارش داری پول در میاری، خب مشتری انواع و اقسام ایرادها رو میگیره. اما وقتی کار هنری انجام میدی برای دلت، برای روحت، ازش داری لذت میبری. و انسان از هر چیزی که لذت میبره، کیفش کوک میشه، حالش خوب میشه. شماها چی کار میکنید که کیفتون کوک میشه، حالتون خوب میشه؟